سلام، به بسته خبری امروز از یقین خوش آمدید. امروز دوشنبه 4 میزان سال 1401 هجری شمسی که برابر می شود با 26 سپتامبر سال 2022 میلادی. من عبدالحمید پوپلزای هستم با فشرده اخبار. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ایران می گویند که در جریان 6 ماه بیش از 6500 گردشگر خارجی از قلعه اختیارالدین در این ولایت بازدید کردند. نیروهای امنیتی یک کودک را در شهر مزار شریف ولایت بلخ از چنگ آدم ربایان نجات داد. ذبیح‌الله نورانی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت گفت که این کودک به نام محمد یوسف روز یک شنبه هفته گذشته در منطقه کارته باختر شهر مزار شریف ربوده شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که کمیسیون رسیدگی به تخطیهای رسانه‌ای امروز چهارشنبه کار عملیش را آغاز خواهد کرد. استقبال گرم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء از تیم ملی فوتبال زیر 19 سال افغانستان. این تیم از سوی معاون سیاسی ریاست الوزراء مورد تقدیر و تشویق قرار گرفت و هدایای نیز برایشان دریافت شد. اداره ملی استاندارد میگوید در سال جاری 128 میلیون تن مواد نفتی و گاز مایع از بنادر کشور عبور کرده است. این اداره در گزارش میگوید که در سال جاری مجموعاً 3690 واگن و تانکر در حدود بیش از 128 میلیون تن مواد نفتی و گاز مایع پس از روند کنترل کیفیت و تضمین کیفیت از بنادر افغانستان تجارت صورت گرفته است. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای را درباره اوضاع افغانستان فردا 27 سپتامبر برگزار نمایند. یونما گفته است که مارکس پوتسل سرپرست یونما در بخشی از نشست به شورای امنیت معلومات خواهد داد. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که یک هلیکوپتر در منطقه ایالت بلوچستان سقوط کرده و در نتیجه 6 نظامی به شمول 2 پیلوت جان باختند. بر اساس اعلامیه دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان، این هلیکوپتر ناوقت دیشب در جریان یک ماموریت سقوط کرده است. تا هنوز علت سقوط این چرخبال مشخص نشده است. تشکر از اینکه بیننده ما هستید. برای تماشای بیشتر ویدیوها ما را در صفحات مجازی با نام یقین میدیا دنبال کنید. ایام به کامتان.